صبح روز دوشنبه، بازگشت ترافیک و خودروها به خیابان‌های لندن پس از صحبت‌های شب گذشته بوریس جانسون مبنی بر تشویق مردم برای برگشت به کار و تغییر شعار دولت از در خانه بمانید به هوشیار باشید. نخست وزیر 55 ساله بریتانیا یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی و از پیش ضبط شده هر چند خبر از ادامه محدودیت ها داد، اما از یک برنامه 5 مرحله‌ای برای بازگشایی تدریجی کسب و کارها و شکستن قفل محدودیت هم سخن گفت. This is not the time simply to end the lockdown this week. الان زمان مناسبی برای شکستن قفل قرنطینه نیست، اما ما اولین گام محتاطانه رو برمی‌داریم و امیدواریم که مردم در این هفته از اون پیروی کنن. قبلا گفتم که مردم اگه میتونن از خونه کار کنن و تنها در صورتی سر کار برن که ضروری باشه، اما الان میگم هر کسی که از خونه نمیتونه کار کنه باید تشویق بشه تا به سر کارش برگرده. البته آقای جانسون تاکید کرد که این بازگشت باید با رعایت مسائل ایمنی در محیط کار و ترجیحاً استفاده از خودروی شخصی و دوچرخه یا پیاده روی به جای استفاده از وسایل نقلیه عمومی باشه. او همینطور گفت از روز چهارشنبه شهروندان میتونن بدون محدودیت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای ورزش، رفتن به خرید و باقی کارها از منزل خارج بشن. آقای جانسون همینطور از احتمال بازگشایی تدریجی مدارس ابتدایی از اول ژوئن حدود 3 هفته دیگه گفت. در مجاورت بریتانیا، فرانسه هم از صبح دوشنبه شاهد بازگشت خودروها به خیابانهای پاریس و بازگشایی محتاطانه کسب و کارها بود. اون هم پس از هفته ها مقررات شدید منع آمد و شد. ما با قرار دادن این نشانه ها بر روی زمین به مشتریان یادآوری می کنیم که فاصله ایمنی از یکدیگر را رعایت کنند و تعداد افراد مشخصی را به داخل راه می دیم. در اسپانیا هم که پیشتر محدودیت ها کمی سبکتر شده بود، دولت برای جلوگیری از شیوع مجدد یک راهنمای سفر تهیه کرد. بر اساس این راهنما مردم فقط قادر به سفرهای ضروری داخل استانی خواهند بود. البته مادرید پایتخت این کشور کماکان در قرنطینه به سر می‌برد. در آن سوی جهان نیوزلند که عملکردی موفقیت آمیز در مقابله با کرونا داشته، نخست وزیر این کشور خبر بازگشایی کافه ها، سینما ها و سالن های بدنسازی رو از روز چهارشنبه داد. در کره جنوبی تقریبا پیشروتر از همه دنیا، با وجودی که مقامات نگران شیوع موج دوم کرونا هستند، مقدمات بازگشت دانش آموزان به مدارس رو برای روز چهارشنبه فراهم کردند. و اینجا در ووهان چین، نخستین شهر آلوده به کرونا، روز یکشنبه نخستین پرواز منظم بین المللی پس از قرنطینه انجام شد. پروازی به مقصد فرودگاه اوزاکای ژاپن. به نظر میاد کشورها در حالی آهسته و با احتیاط به سوی عادی سازی گام برمی‌دارند که هنوز وحشت از شیوع موج دوم کرونا بر جهان سایه افکنده و همگی در حراس از آینده‌ای مبهم به سر می‌برند. آینده‌ای که شاید باید بیاموزیم در اون کووید 19 برای مدتی طولانی یک مهمان ناخوانده باقی خواهد ماند. رکسانا خیرکار، اتاق خبر.